حالا در ادامه گلبانک، خب یک بسته تصویری در رابطه با تولیدات وطن آماده است که با هم تماشا بکنیم. اما فراموش نکنید اینجا در دست راست من رومل انصاری است، در دست چپ من جناب پیمان که در رابطه با خب با جناب انصاری در رابطه با تجارت های کوچک و سرمایه گذاری های کوچک صحبت میکنیم و با جناب پیمان هم در رابطه با تولیدات وطن با ما باشین. اما حالا بسته تصویری در رابطه با این موضوع. در افغانستان در حدود 3000 فابریکه‌های تولیدی فعالیت دارند و بیش از 100 قلم کالا تولید و به بازار عرضه می‌گردد. در پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل از جمله 1169 فابریکه، 381 فابریکه در بخش‌های مختلف تولیدی در این پارک فعالیت دارند. تولیدات روزمره این فابریکات نوشابه‌های غیرالکلی، پلاستیک و مواد خوراکه می‌باشند. در کل افغانستان نزدیک به 3000 فابریکه ایجاد شده، بیش از 300000 شغل را ایجاد کرده فابریکات در سطح افغانستان که حدود 100 قلم کالا در کل افغانستان به تولید میرسه و خوشبختانه صنایع کشور حدود 18 سکتور به حد خود کفایی رسیده که ما میتونیم از این سکتورها نام ببریم، به طور عمده نوشابجات غیر الکلی، صنایع ذوب آهن، صنعت پاپوش، سنگ مرمر، نمک و پی وی سی پایپ که خوشبختانه این سکتورها به حد خود کفایی رسیده میتونن نیازمندی های کشور را پورا بکنن. با آن هم افغانستان هنوز یک کشور مصرفی است که سالانه در حدود 95% واردات و 5% صادرات دارد. گفته می شود که سیستم بازار آزاد و واردات بیش از حد کالاها از کشورهای همسایه توانسته به تولیدات وطنی ضربه زیاد وارد کند. مالکان و مسئولان فابریکات تولیدی در پارکهای صنعتی از عدم حمایت حکومت، نبود برق، زمین و تعرفه‌های گمرکی شکایت دارند. 4 مشکل عمده که سر راه صنایع افغانستان هست، امروز چیزی که در افغانستان تولید میشه، تولیدات مشابه در افغانستان با بسیار تعرفه های کم وارد افغانستان میشه که متاسفانه این سکتورهای ما را دچار مشکل ساختن، و در قسمت مواد خام که امروز فابریکات که در افغانستان تولیدات داره متاسفانه در قسمت مواد خام از اینا از طرف دولت یعنی توجه صورت نگرفته. ما امیدوار هستیم که در قسمت کاهش تعرفه های مواد خام، افزایش تعرفه های وارداتی که در افغانستان تولیدات میشه، دولت در این راستا توجه داشته باشه، و در قسمت توزیع زمین و برق. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در سال 1386 در حدود 88 قلم مواد خام از سوی رئیس جمهور پیشین به 1% تعرفه گمرکی کاهش داده است. هر نوع تغییراتی که در تعرفه گمرکی به میان میه، با مشوره با سکتور خصوصی ما تغییرات به میان میاریم. ما در سال 1386 با مشوره صنعتکاران محترم ما 88 اقلام مواد خام را ما پیشنهاد کردیم که تعرفه ازی در محد پایین تعیین شود که 1% از سوی رئیس جمهور منظور شد. اما امیدواری وجود دارد که حکومت وحدت ملی با حمایت‌های مادی و معنویشان بتواند برای بلند بردن سطح تولیدات در افغانستان کار کنند. خب با شما هستیم میننده عزیز در ادامه، و حالا جناب خب سخی احمد پیمان در کنار ما هست، رئیس انجمن صنایع افغانستان. قسمی که در بسته تصویری دیدین همه موارد گفته شد که چه چیزهای تولید بشه در افغانستان، چه چیزهای تا کجا پیشرفت کرده و تا کجا تانسته که جایگاه خود داشته باشه در افغانستان. و حالا مختص میایم روی این موضوع صحبت میکنیم که خب انجمن صنایع افغانستان، اتاقهای تجارت افغانستان، البته اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و غیر موارد، چقدر برای رشد امی تولیدات کارها و فعالیت‌های بیشتر انجام دادن و کارهای خوبی را انجام دادن. بنابراین جناب احمد پیمان با خود دارم و در این مورد صحبت های داریم. خوش آمدیم، صبحتان بخیر و سپاس که ازی که وقتتون به ما دادین. من میام مختص روی امی موضوع که به بیننده عزیز یادآوری کردم. عملکردهای انجمن صنایع افغانستان برای رشد امین تولیدات داخلی چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
با عرض ادب و سلام و صبح بخیر خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون. سپاس. در حقیقت انجمن صنایع افغانستان و صنعتکارا خب یک پل خود انجمن صنایع افغانستان یک پل ارتباطی بین صنعتکار و دولت و ارگان ها است. بله. خب در این راستا در قسمت ایجاد نمایشگاه ها، در قسمت رساندن مشکلات به گوش مسئولین، خب این وظایف انجمن صنایع افغانستان است. بله. در حقیقت هانچه که به خاطر رشد صنایع افغانستان یعنی در حقیقت باید در این راستا خود دولت افغانستان هم مسئولیت های داره به خاطر رشد از تولیدات داخلی و بسترسازی مناسب به خاطر رشد صنایع افغانستان یک از وظایف دولت افغانستان هست که متاسفانه در 13 سال گذشته در افغانستان که امروز خوشبختانه نزدیک به 3000 فابریکه در افغانستان ایجاد شده و بیش از 320000 شغل در صنایع افغانستان تانسته زمینه کار را به هموطنانم ایجاد بکنه و در این راستا ظرفیت های خوبی که در طی 13 سال در افغانستان موجود بوده است، ظرفیت های سرمایه گذاری از جانب سکتور خصوصی، متاسفانه دولت افغانستان دولت وقت توجه به زیربناها و زیرساختهای اقتصادی افغانستان نداشته که یکی از این جمله زیرساختهای اقتصادی افغانستان صنعت افغانستان بوده، تولید افغانستان بوده که متاسفانه بعد از 13 سال با گذشت 13 سال هنوزم افغانستان منحیث یک کشور مصرفی باقی مانده. جناب پیمان، ما میخواییم که بیایم مختص روی کارهای شما جز برگزاری نمایشگاه ها و همچنان رساندن حرف ها یا مشکلات متشبس های کوچک که حالا تولید داخلی دارن، دیگه چه کارهایی را در راستای رشد همین تولیدات داخلی انجام دادن؟ خب حالا اگر یک نفر بیای بخواه که تولیدات داخلی داشته باشه با یک سرمایه کوچک میاد شروع میکنه، شما چه کار را بر اونو انجام میتن؟ خب انجمن صنایع افغانستان ما میتونیم مشورده داشته باشیم در قسمت سرمایه گذاری، اونا در چی بخش های سرمایه گذاری بکنن، کدام سکتورها لازم است در افغانستان، نیاز به سرمایه گذاری است. در حقیقت کار اصلی و وظایف اصلی و حمایت اصلی از جانب دولت است در قسمت توزیع زمین که هیچ وقت هیچ موقع صنایع افغانستان، انجمن صنایع افغانستان نمیتونه در این راستا کار بکنه. این وظیفه دولت است که در قسمت توزیع زمین، در قسمت تعرفه، تشویق سرمایه گذاری، جلب و جذب سرمایه گذاری را این وظایف دولت است که در این راستا باید کار بکنه. انجمن صنایع افغانستان در قسمت تدبیر نمایشگاه، در قسمت هماهنگی، در قسمت تشویق سرمایه گذار خارجی در افغانستان و راهنمایی در قسمت سکتورهایی که چه ظرفیت‌های در افغانستان موجود است، ما این یعنی مشاوره میدیم کسی که میخواد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه در کدام بخش‌ها سرمایه گذاری بکنه. خب حالا میگم روی این بس که زیادتر از متشبث‌های کوچکی هم کسایی که تولیدات داخلی دارن شکایت از بابت گرفتن البته مالی همسان با کسایی که از بیرون وارد میکنن یا هم وارد کننده هستن یا هم کسایی که خب از کشورهای مختلف جنسای خارجی میارن، با اونا و خودشان که حالا اینجا در افغانستان تولید میکنن، جنس از خود افغانستان هست، تولید در خود افغانستان میشه، تکس یا هم مالیه که گرفته میشه همسان است و یک رقم است، اونا شکایت دارن و میگن که باید مثلا مالی ما کمتر شه و از اونا مثلا اگر یعنی او حدش هم مقدارش خودتون تعیین میکنه، پس باید کسایی که تولید داخلی میکنن از اونا مقدار کم گرفته شه تا اینکه بتونن رقابت بکنن. اونا میگن به این دلیل ما نمیتونیم که رقابت بکنیم. شما در این راستا هم بگویم کم کردن تکس یا مالیه که از اونا گرفته میشه چه کارهایی را کردن؟ خب در حقیقت حمایت از تولیدات داخلی یکی از موارد کلی ای است که هانچه که در یک کشور به تولید میرسه ورود کالاهای مشابه یا به طور قطعی بند شوه، در تمام ممالک توسعه یافته، ممالک صنعتی، هانچه که در آن کشورها به تولید میرسه واردات از او تکس های بالا را خود دولت یعنی تکس ها را وارداتی را افزایش میده و اگر ما مثال بدیم در افغانستان جوسی که ما امروز در افغانستان تولید میکنیم و اقلام دیگر کالایی که در افغانستان به تولید میرسه از نظر کیفیت و کالیتی خوب است، خب درست جناب پیمان ما اگر خواسته باشیم اگر خواسته اگر ما کار نمیتونیم کرده، عزیز ما کار ساخته نیست، مشکل ما اینجا است که عزیز ما کار ساخته نیست. حتی یک پیشنهاد پیشنهاد
ما صدها مرتبه، ده ها مرتبه با مقامات ارشد دولت، با رئیس جمهور وقت، با وزرای محترم، ما همیشه نشستای داشتیم، ما همیشه مشکلات خود بیان کردیم، ما همیشه گفتیم که جنسی که در افغانستان به تولید میرسه. خب دلیلش شما در چی میدونین؟ چرا حرفتان شنیده نشد و چرا به حرف شما توجه نکردن دولت افغانستان؟ خب ما هم به دنبال همین دلیل هستیم که چرا اونا با یک اراده قوی، یک احساس ملی نیست، به خاطر رشد از تولیدات داخلی. وقتی که دولت از تولیدات افغانستان که هویت ملی افغانستان است، بله، اینها حمایت نکنه، چطور میتونه اینجا ظرفیت ایجاد شه و چطور میتونه سرمایه گذار اعتماد بکنه به دولت؟ یک از وظایف دولتی است که چگونه باید صنعت تولیدات کشور نو رشد بده. بله. متاسفانه در این راستا از جانب دولت وقت واقعیت کوتاهی صورت گرفته. امروز ما شاهد ازی هستیم که میلیون ها افغان ما بیکار هست، در صورتی که بهترین ظرفیت های تولیدی در افغانستان موجود است. امروز متاسفانه افغانستان نزدیک به 20 میلیارد دلار هنوز واردات داره. ما اگر به شما به طور مثال بگیم، تنها چپس در افغانستان سالانه بیش از 1000 کانتینر چپس در افغانستان وارد میشه. دلیل در کجاست؟ دلیل در اینجاست که اگر دولت افغانستان در خصوصی که ما در قسمت زراعت ما کچالوی بهترین کچالوی ما امروز صادر میشه بیرون و او چپس درست میشه میه به افغانستان، اگر دولت تعرفه های امایوی را، تعرفه های گمرکی و واردات از او را ببره بالا، امروز ما در افغانستان 50 فابریکه چپس داریم که اینا در حالت رکود است. بله. با بسیار تعرفه پایین، با دمپنگ های کشورهای همسایه متاسفانه وارد افغانستان میشه. دیگر امروز صنعت افغانستان قادر به رقابت نیست با کشورهای آرزو داریم که یک روز قادر به رقابت باشه و بتونیم که در مقابل دیگر تجارت پیشایی هم کسایی که از بیرون وارد میکنه بتونیم رقابت داشته باشیم. خب خیلی سپاس جناب پیمان و تشکر که وقتتون رو به من دادیم. تشکر از شما.